آش عباسعلی کرمانشاهی، یه آشی که شاید تا حالا اسمش به گوشت نخورده باشه ولی بعد از خوردنش حتما عاشقش میشی. بریم ما هم دیگه درستش کنیم. اول از همه پیاز رو با سیر و مقدار روغن یه کوچولو تفت میدیم تا سبک بشه. بعد بهش گوشت اضافه میکنیم. من از سردست و دنده گوسفندی استفاده کردم. بعد به زردچوب، نمک، فلفل سیاه اضافه میکنیم و یکم تفت میدیم و بهش آب اضافه میکنیم و میذاریم حسابی بپزه. در حدی که گوشت و استخون از هم دیگه جدا بشه. بعد داخل یه قابلمه دیگه گندم پوست کنده که از شب قبل خیس کردیم و با مقدار زیادی آب میذاریم بپزه. نیمه های پختش که شد برنج رو بهش اضافه میکنیم و میذاریم برنج هم کاملا بپزه. بعد بهش حبوباتی که از شب قبل خیس کردیم و پختیم بهش اضافه میکنیم و شروع میکنیم به هم زدن و کوبیدن. یکی از نکته های مهم این آش اینه که حبوبات و غلاتی که داخل این غذا استفاده میشه اصلا نباید دیده بشه و نباید زیر دندون حس بشه. پس تا جایی که میتونید و حوصله دارید حسابی بکوبید. بعد آب گوشت رو صاف میکنیم و بهش اضافه میکنیم. در صورت نیاز بهش دوباره آب اضافه میکنیم و شروع میکنیم به هم زدن. گوشتمون رو که ریشیش کردیم و بهش اضافه میکنیم و دوباره چند بار هم میزنیم و میکوبیم. بعد داخل یه تابه 4 تا 5 تا پیاز بزرگ و خلالی میکنیم و اجازه میدیم که سبک بشه و طلایی بشه. بعد بهش زردچوبه، مقدار زیادی فلفل قرمز، فلفل سیاه اضافه میکنیم و هم میزنیم و باش اضافه میکنیم. این آش هرچی تندتر باشه خوشمزه تره. نمک غذا رو میچشیم و در صورت نیاز دوباره بهش اضافه میکنیم و اجازه میدیم آشمون حدودا نیم ساعت جا بیفته. برای عطر و طعم بهتر آش اگر دوست داشتین بهش یه قاشق غذاخوری روغن محلی یا هم روغن کرمانشاهی اضافه کنید و 2 دقیقه بعد آش شما آماده هستش. امیدوارم درست کنید و لذت ببرین. نوش جان.